غلام حسین، کربلای غلام حسین 18 بهش میگفتن، کربلا رفته بود. پدر کن چی کار بودن؟ پدر اونجا به سب باقه داشتن و زراد کاری داشتن. از خودشون بود؟ تقریبا ما رو خودش بودن و چیزی دو بردیه. خب حاج آقا میخوام از خصوصیات اخلاقی پدرتون برای ما بفهمید. پدرتون چه شخصیتی داشتن؟ چجور اخلاقی بود؟ چجور فردی بودن؟ پدر ما خدا بیامده والدین شمار دیگه خصوصیاتش، چون مادر ما که فوت کرده بود باز دو مرتبه زندگی گرفته بود، الان دو تا خواهر دو زندگی اشته ما نسا. ما که دیگه رهتم به سربازی دم خلیل آباد بود با هم بچه، وقتی که آمدم به سربازی که دیگه ندیدم پدر ما. منظورم همون دورانی که خب برها قبل از اینکه شما بین سربازی دوران کدکیتون، پدرتون چجور اخلاق داشتن؟ چجوری بود؟ با شما چه رفتار داشتن؟ خیلی خوب بود، خیلی خیلی، هم از ما راضی بود، هم ما از او راضی، خدا بیامده شید. خب پدرتون ارتباطشون با شما چطوری بود؟ مثلا بلفرض حالا با توجه به اینکه خب شما از دوران کودکی حالا سوم ابتدایی بودین، بعد شروع کرد مثلا از 10 ساله شروع به کار کردین، خب ارتباطتون با پدرتون چطوری بود؟ پدرتون سخت میگیره؟ آدم سختگیر بود؟ نه خب ما هیچ سخت نمیگه، فقط بیشتر دور فقط هم چون جوان هم خواست مثلا کاری خانم رو میکرده، من برای باغ داشتن اینا گوشپند داشتیم، آب داشتیم اینا دیگه، اونا رو که مکشا میکردیم و هم درس میخوندیم هم کار میکردیم. مثل حالا نبود بچه حالا کرده دست به کار رو خونه پدر مدر نمیکنه. بله اون زمان همه کار رو میخواست بکنیم خونه خود ما، بله هم کار میکردیم هم درس میخوندیم. بله پدرتون از لحاظ اعتقادی، از لحاظ این که خب مسائل شهریشون، از لحاظ روزی حلال چه جوری بودن؟ مثلا به چه ترتیب اخلاقیاتشون چه جوری بود؟ زحمت کشم میخوانم زمان بچه حالان مثل دردم دامن باقا داشتن، مثلا چیز داشتن همون جمع میکردن، همون دامن گندم میکردن چیز بود میکاشم بره خودشا و همون زندگی میکردن دیگه. خب منظورم از روزی، منظورم روزی حلال بود. بله بله دیگه زحمت کشید دیگه همش روزی حلال بود. اینکه دامن باقا مثلا کشمش داشت میمیز داشت زمان همون رو مبادن مفروختن و گندم میخوردن بری خرج شاش و زمان هم خرج شاش فقط همون خوراک شد بودیم و گندم بود و بیتا گفتمند و چاق میکردن مکشتن چیزی برانداز نداشتن دیگر همه دیگه نداشتن دیگه دیگه همون هم باقی شد بودی همون زندگی خود زمین کشی شد. کمک کردن به حساب احالی خود و روستا رو به چه ترتیب بود؟ حساب ارتباطشون با مردم احالی روستا طوری بود که حالا کسی نیازمند باشه یا بقولی که میگه محتاج باشه که خب پدرتون بدونی که حالا به شما بگه یا به کس بگه این کمک رو به کمک رسانی بکنه؟ پدر ما؟ بله پدر ما بله بودن چند تا بودن که باید بسا اونا دهقانه ما بودن که ما یاد ما بچه بودم اونجا که اونا یک دفعه بودم مثلا گاوار ما بود زمین شخم میکرد، یکی بود آب میگرید، یکی بود خیمه نمیکوبید، داشتیم از اینه. بله یاد ما کمک میکرد، بله چپنج افش نفر اونا چیز میکردن. زمان یک سال بود، زمان بود که خانمو یاد ما خودم که گندم آخری سال که میشد مثلا مثل این فصل سال هیچ که دیگه نوشه نداشت که بخوره. ما اون سال خیلی بد بود که خدا مردم والدین شما رو من مثل خانه خود مکار آن داریم اینجا پایین زیزمونیه از گوشه خانه ما یک چیزی گذاشته بود ناردون گذاشته بودیم درش بسته بودیم دیگه برای تن پایین از اونجا گنده ما رو بالا میوردن میوردن آسیا آب آرد میکردن میوردن میخوردن ما اگر که بیشترین بود دیگه یا مدازید نزدم یا چیز میکردن مثالی بد بود سالا خدا نیر بود سالا ما زندگی سخت دیدیم دمیشن سالم زندگی ما مصالح بودیم. ما که الحمدلله سختی ندیدیم. از وقتی که دیگه یاد ما دیگه همدیم و میشد همدیم تو دو نهاز نعمت امام بزرگ و اونجا هم کودیم به تاحت بچه بودیم که زحمت مکشیدیم در پدر ما. ما سه تا برادر بودیم الان یکیش که مرده یکی دیگه الان هست. چند تا خواهر برادر؟
بله. چند خواهر برادر؟ سه تا خواهر بودیم، سه تا برادر. از این مادر خود ما که ما یه خواهر داشتیم، دو تا برادر. از این مادر ناتنیم هم بسیار دو تا خواهر داریم که الان هستن. اسمشون میفرمین اسم خواهر برادر خودتونه؟ خواهر برادر خود ما بودن که پسر برادر بزرگ ما غلام رضا بود اسمش. اسم خواهر من فاطمه بود. اسم خود من که محمد ابراهیم هست. اسم برادر کوچکتر از ما محمد اسماعیل هست. او خواهر دیگه ما یک صغرا هست یک معصوم هست. خواهد این شما رحمت کنه. خب حاج آقا مادر بزرگوارتون اسمشو بفرمایید. مادر خودتون. مادر خودم اسمش معصومه بوده. معصومه؟ فامیلش هجری بوده. و پدرم او زمان بابا میگفت خدا بیان در والدین شما میگفت شناسنامه او زمان نبوده پیش از این بودن. خودش که شناسنامه گرفته برای مادر ما همشه هجری گرفته برای خودش هم هجری گرفته. بله. خودش هم هر کی که بزار خانومی که ازدواج میکرد همون فامیل شوهرش روش بزرگ. بله بله فامیل شوهرش. شخصیت اخلاقی مادرتون رو بفهمید برای ما بگید. مادر من که باور کنید که اصلا یادم نیست. شما پنج ساله شش ساله بودم که مادرم بوده. بله چه کمه چون نظرم است ولی خوب درست نظرم نیست. خب همون چیزی که یادتونه چه جور آدم بود چی کار میکرد؟ مادرم خانه دار بود دیگه خانم مادر یاد مکار ما یک چیز چهارم شدیم به حساب سوم میشه. سوم بود. ما چه سوم بودیم. بله ولی خود من مگفتم میکنیم بودم والدین شما میگفتم مادر ما شیش یا هفت بچه شما مرده یک در میو بودیم دیگه مثلا بعد ما که یک میورده اون مرده دیگه باز تو اون شیر مرده ما میکنه باز یکی دیگه بعد اون مرده اینجوری برای ما تعریف میکردن. خب بعد از این که والدتون به رحمت خدا رفتن پدرتون گفتین که ازدواج کرده زندگی شما با حساب خانمی که پدرتون گرفتن حساب اومدن توی خونه زندگی پدرتون شما چجوری باشون؟ زن خوب بود و جب راضیه ما خدا بیامده شما زن خوب از فامیل ما بوده که اون زن خوب خدا بیام دوتا هم دختر اندر الان خواهر دخترشم با خواهر خواهرم اصلی ما که عمرش رو شما بخشیده دو تا خواهر دیگه ما هستن اینا هم خیلی خوبن با ما تلفا الان یکشتم میشه در یکشتم کاش مره بهتون سخت نمیگرفت؟ من نه نمیده خدا خدا بیامدش این خب ما کار میکردیم دیگه اونا هم خانه داری بود دیگه بس اونم پخته کنه برای ما چیزی بکنه برای ما اون زمان کاری خانه هم خانه هم میکردن نمیشه نمید کار در موقع در نونی بخری هم آردو میابودن تو خونه بود بخته اینا مخواستن هم خمیرش کنن هم نون درست کنن هم غذای درست کنن که بعدم بخوره و زمان مثل حالا نبود زندگی ها خیلی مشکل بود خدا رحمتشون کنه خدا والدین شما رو بیاموزه پدرتون پدر مادرتون رو میدونین مقلد چه کسی بودن؟ بله پدر مادرتون رو میدونین مقلد چه کسی بودن؟ مرجع تعلیمشون که؟ او زمان نبود شده داده من نیسانت مقلد چی بودن؟ اولی نماز رو که خوندین پدرتون بهتون چیز داد؟ تشویقتون کرد؟ من مکتب که میخوندم دیگه ما اونجا همو چیزی داشت دختر من دکتر بیدر پسر بود همو میخوند با همو نماز من خوند دیگه یاد اسم جو یاد گرفتم دیگه خب نه میگم پدرتون خدا رحمت شما کنه پدرتون وقتی شما رو دید که خب نمازتون رو میخونین و اینا من. بهتون شما رو تشویق نمیکرد؟ همه ما من چند تا برادر بودیم همشه نماز خون بودن و برادر خواهر ما خدا به علامت کنه والدین شما از ما یکم بزرگتر بود نماز شما رتا میخون ما بچه بودیم دیگه مرتیم به مسجد ایبرور خواهر ما با ما بود برای خود مادر ما که مرده بود از مادر ما درست چون یادم نیست زن پدر من زن خوب بود خدا بیامدش اونم مرد بیا حاج آقا پدرتون مسائل مثل سرسال اینا هم داشتن چون به حال زکات و خمس و اینا رو معمولا روستایی ها خیلی مقید بودن اون زمان که سرسال داشته باشن سرسال هم داشتن پدرتون یادتون نیست؟ یادم نیست اینجا زمان سالم کچیت اضافه نمیه بودیم که خانده همون که بود دیگه تا آخر سال آخر سال دیگه ندیشن کچیت بخورن و یادم که آخر سال میشد
نگاه ما خواست مرف جوگندمی که مکاشتن هنوز تازه جوا یک کمی چی شده بود همونا جمع میکردن میزدن به کوار همونا بعد مثلا آر میکردن میمیدن بخوردن چیزی که با من به سالگه چی نبود دیگه مثل حالا نبود که داشته بشن یکت پول مدون جا پاس داشته بشن دیتا قرآن کار نبود که کار کنن گسپن دیتا گسپن چاق میکردن برای خود چه همون استفاده میکردن از گوشتیش و گندم و خود چه مکاشتن و مثلا درشن نمود استفاده میکردن چیز اضافی نمیامد هنوز کس رو داشته کس کمان مردم اهالی خود خلیل آباد بله. درباره پدرتون چه نظری داشتن؟ درباره شخصیت پدرتون؟ الان که هستن یا شما رو خمارو کنونه که بودن یا نیستن که کمشا ولی همه شایدش راضی بودن چون مرد بسیار خوب بود و که از مادر از خانم هم دختر برادرشه این مادر یه دختر عمویه به حساب همروز خودش یه دمخانه ما بوده که پدرش مرده بود و همون چیز که دادم که بالاخره توبه اونه که دوره برش بودن همش ازش راضی بوده پدرتونم بزرگی میکرد مثلا حالا اگر کسی مشکلی داشته باشه اگر مثلا حالا اختلاف داشته باشه یا حالا موردی بود که نیاز به کمک داشت مثلا بزرگتری هم میکرد پدرتونم بلون بودن ما خود یاد مکنم اونه که دیقان ما بودن و چی بودن که نداشتن دیگه آخر سال که میشد باز مداد به شما نه نه منظورم از این حالا یه وقت مثلا اختلافی بود توی زندگیشون حالا یه مشکل حالا چیزی داشتن پدرتون رفع رجوع میکرد این مشکلات رو بله 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 تو فامیل ها که چیز داشتن برگردن بزی این دیگه دکتر بودن مشا بله انجام داد بله شما از مادرتون خیلی میگین بیاد ندارن ولی خب حالا خانم پدرتون اونا چجور حجاب داشتن؟ چجوری بودن؟ حجابشون ندمرده باید کنم اصلا کسی موی زن یکن نمیدید تو زمان زمان ما بچه بودیم که خیلی حجاب بود زباش درست بود دیگه پدرتون نسبت به حجاب خانوما چه نظری داشت؟ پدر ما؟ بله پدر ما با خواهر ما بوده که همه شو حجابشون مرده بود چیزی نیست که کسی بیشه باید احتیاج به کسی داشتن دیگه بهشون چیز میکرد تذکر میداد یا نه اصلا نیاز به تذکر نداشت؟ نه نه نیست تذکر نداشت خود دختر از ده سالگی دوازده سالگی مرتب مرتب چادر داشتن مرتب بوده و زمان مثل حالا نبود ما با دختران که مرتب مرتب این صف دو بر دختران شسته بودن این صف اون پسران شسته بودن مامو که دست مداد آخونه من به سایه زن بود اسمش چی بود؟ مال جمعه میگفتنش اسمش مولا جمعه اسمش جمعه بود گفتم مولا جمعه هم بچه هاش هستن خودش که خدا بیامدش هنوز دخترم بود که ما درستم داد در دوازده سیزده سال بیشتر نداشت ما هم پنج هفت ساله بودیم اون دوازده سیزده سال داشت خدا بیامدش مولا زن خوب خیلی زن خوب بود